چطوری میتونیم به دنیای رمزارزها وارد بشیم و از این دنیا بهره‌مند بشیم؟ درود بر شما، امیدوارم حالتون خوب باشه. تو این ویدیو میخوایم با همدیگه راجع به رمزارزها صحبت کنیم، ببینیم رمزارز چیه و ما چطوری میتونیم از این بازار جذاب بهره‌مند بشیم و چطوری میتونیم ازش سود کسب کنیم. حتی اگر بخوایم راجع به بازار رمزارزها صحبت بکنیم، واقعیت اینه که بازار رمزارزها خیلی گسترده است و این گستردگی یکم کار ما رو سخت میکنه، اما ما میتونیم قدم به قدم و تیکه تیکه بازار ارز دیجیتال رو یاد بگیریم و ازش نهایت بهره رو ببریم. برای اینکه بتونیم این بازار رو به غایت یا به بالاترین حد ممکن ازش بهره ببریم، تیکه اولش، اون تیکه‌ای که قدم اولمون هست، اینی که بدونیم رمز ارز چیه. پس تو این ویدیو میخوایم راجع به این صحبت کنیم که رمز ارز چیه و ما قدم اولی که باید برداریم برای ورود به بازار رمز ارزها باید چی باشه. در ادامه این مجموعه توی هر قسمت بهتون یه قدم دیگر رو توضیح میدیم تا در نهایت در کنار هم برسیم به اون مرحله‌ای که در مورد ارز دیجیتال دیگه کامل میدونیم. ما پیشتر یه دوره ارز دیجیتال البته آماده کردیم، میتونید اون دوره رو ببینید، اما خیلیا گفته بودن که ما یک محتوای کاربردی تر میخوایم اینو راحت تر یاد بگیریم، نمیخوایم خیلی تئوریک باشه. برای همینم ما این مجموعه رو آماده کردیم که شما بتونید قدم به قدم پیش برید، قدم به قدم توی صرافی‌ها و جاهای مختلفی که لازمه در مورد ارز دیجیتال بدونیم در موردش وارد بشید و در این بازار و در این دنیای رمزارزها مسلط بشید، به هر چیزی که میخواید ازش بهره ببرید. خب به عنوان قدم اول میخوایم ببینیم رمز ارز چیه. بذارید اینجوری بهتون بگم، رمز ارز وقتی که میگیم ارز داخلشه، رمز هم داشته باشیم اونو بهش میرسیم. ارز چیه؟ ارز همینجوری رو محاوره وقتی صحبت میکنیم به پولای خارجی میگیم ارز. پول چیه؟ پول در واقع یک سری واحدهای مبادلاتیه که معمولاً دولت‌های کشورها میان این واحدها رو اعلام می‌کنن، بانک‌های مرکزیشون اعلام می‌کنن، براشون اسکناس چاپ می‌کنن یا تو سیستم الکترونیکی واحدها رو قرار میدن و مردم با اونا مبادله انجام میدن. پول اعتبارش رو از چی می‌گیره؟ اعتبار پول اینه که مردم قبولش داشته باشن یا دولت در واقع اونو حمایت بکنه، قانون ازش حمایت بکنه و در نهایت یه مقداری هم موجودی معادلش توی خزانه بانک مرکزی باشه. مثلا چی؟ مثلا طلا باشه، مثلا اسناد اعتباری کشورهای دیگه باشه، مثلا چیزهای جواهرات گرانبها باشه. اینها میتونه باشه، اینا میشن چی؟ پشتوانه پول. و در نهایت پشتوانه پول این بینشیه که مردم نسبت به اون پول دارن. فرض بکنید یه پولی وجود داره که به اندازه اون پول طلا توی خزانه بانک مرکزی است، ولی مردم اون بانک مرکزی رو قبول ندارن و اون پول در نهایت اعتباری نخواهد داشت. پس در واقع به زبان ساده و خلاصه پول همون اعتباره. چطور یعنی؟ یعنی این که هر چقدری که این پول ارزش داره، مردمن که دارن بهش ارزش میدن. این مبادله که صورت میگیره داره بهش ارزش میده. اینا رو تو دوره اقتصاد بهتون توضیح دادم، نمیخوام خیلی سختش کنم. فقط بدونید که این پولها در نهایت اعتبارشون رو از مردم میگیرن. اینکه ما اونا رو قبول داشته باشیم باعث میشه که اونها پولای ارزشمندی باشن و یه ارزش و اعتباری داشته باشن. تو دنیای رمزارزها چه اتفاقی میفته؟ همین پولها رو داریم، همین کارنسیز رو داریم، همین ارزها رو داریم، منتها به صورت کدگذاری شده یک کامپیوتری. وقتی میگیم رمز ارز، اینا کدگذاری شدن و عملا امکان هکشون بسیار اومده پایین، از لحاظ امنیتی بسیار رفتن بالا، بنابراین تبدیل میشن به رمز ارز. و اعتبارشون از چی میگیرن؟ توی دنیای رمز ارزها یه سری از ارزها هستن که پشتوانه دارن، مثلا مثل استیبل کوین ها. من خلاصه اگه بخوام بهتون بگم توی این قسمت فقط در حد یه اشاره بهش میپردازیم. مثلا تتر یه رمز ارز استیبل کوینه. به ازای هر یه تتر یه دونه دلار توی خزانه شرکت تتر قرار داره، بنابراین یه پشتوانه واقعی داره. بعضی از ارزهای دیگه هم هستن که یه سری پشتوانه‌های واقعی دارن. خیلی از ارزها هستن که پشتوانه اصلیشون بیت کوینه، ولی در نهایت خود بیت کوین رو به عنوان گادفادر اینها اگه در نظر بگیریم، به عنوان پدرخوانده ارزهای دیجیتال اگه در نظر بگیریم، بیت کوین هیچ پشتوانه‌ای نداره و پشتوانه بیت کوین من و شما ایم. پشتوانه بیت کوین همه کسانی هستند که دارن با عرضه و تقاضا بهش اعتبار میدن، دارن با قبول کردن دنیای رمزارزها
بهش اعتبار میدن. این میشه پشتوانه بیت کوین. پس اگر خلاصه بخوام بهتون بگم، رمزارزها پشتوانه ندارن، عمدتاً پشتوانه ای ندارن و پشتوانهشون فقط ارزش و اعتباری که من و شما بهشون میدیم. و وقتی هم میگم من و شما، منظورم کل کسانی هست که دارن اون ارز رو تبادل میکنن، به ویژه کسانی که بیشترین میزان از اون ارزو دارن، که تو دنیای رمزارزها بهشون میگیم نهنگ. بعدن بیشتر بهش خواهیم پرداخت. حالا فرض کنید که یکی میخواد بهتون از این رمزارزها بده، میخواد بهتون بیت کوین بده، تتر بده یا هر چیز دیگه. اینو شما کجا باید نگه دارید؟ اینو باید توی کیف پول نرم افزاری یا سخت افزاری یا کیف پول صرافی یا حتی کیف پول کاغذی نگه دارید. البته کیف پول کاغذی رو من بهتون توصیه نمی کنم، اما بهتون توضیح خواهم داد. دونستن این کیف پول، دونستن اینکه این کیف پول چیه و چطور کار میکنه، یکم لم داره که بعداً بهتون توضیح میدم. فقط بدونید که شما یک کیف پول نیاز دارید. اما برای اینکه دردسر کیف پول رو توی این قسمت نکشیم که تازه میخوایم وارد رمزارزها بشیم، میریم سراغ صرافی ها. صرافی ها چیان؟ صرافی ها مثل همون صرافی های سنتی که شما میرید مثلا تومان بهش میدید و ازش مثلا دلار یا یورو میگیرید، یه سری سایت هایی هستن توی فضای اینترنت و متصلن به دنیای بلاکچین که مربوط به دنیای رمزارز هاست و این صرافی ها شما بهشون پول میدید و در ازاش به شما رمز ارز میدن. این صرافی ها خیلی هاشون هستن که یک کیف پول اختصاصی هم به شما میدن که اگر کسی از هر جای دنیا بخواد براتون رمز ارزی جابجا بکنه، میریزه داخل این کیف پول و شما میتونید به راحتی از طریق اون صرافی اینها رو تبدیل بکنید به وجهی که بتونید مبادله باهاش انجام بدید. پس این تیکه آخرم یه خلاصه ازش بگیم. شما برای اینکه رمز ارزها رو بگیرید، حالا که یک آدرس کیف پول دارید، یا باید از افراد بگیرید یا باید از صرافی ها بگیرید که خودشون صرافی های متمرکز و غیر متمرکز هستن، که تازه اونها هم به صرافی های داخلی و خارجی در واقع تقسیم میشن که باز خیلی واردش نمیشیم، و یا اینکه باید داخل کیف پولتون بتونید این رمز ارزها رو به همدیگه تبدیل بکنید که عملاً انگار که از قبل یه مقداری رمز ارز داشتید. پس قدم اولمون در نهایت اینه که ما داخل یک صرافی ثبت نام بکنیم و از طریق اون صرافی راحت بتونیم رمز ارز بگیریم و کیف پول داشته باشیم. این قدم اوله. در ادامه این ویدیو قدم اول رو که نحوه ثبت نام داخل صرافیه همکارم بهتون توضیح خواهد داد. درود بر شما، من پویان طاهری هستم، عضو تیم توسعه مدرسه اقتصاد معین. امروز در خدمتتون هستم با آموزش نحوه ثبت نام در صرافی بینگ ایکس. در ابتدا باید وارد سایت بینگ ایکس بشیم. پس از اینکه وارد سایت بینگ ایکس شدیم، روی ساین اپ کلیک میکنیم. اینجا ایمیل رو از ما میخواد، ما ایمیلمون اینجا وارد میکنیم. بعد از ما پسورد میخواد که پسورد حتما باید بین 8 تا 30 کاراکتر باشه. و بهترش اینه که شما از حروف بزرگ، کوچیک، اعداد و حتی سیمبولا استفاده کنید، مثل هشتگ، ادیت ساین. اینجا یک کد معرف هم میخواد که بهتره کد معرف هم بزنید که یه سودی برای شما هم داشته باشه، چون یه درصدی از هزینه معاملات داخلی به شما هم میره. اینجا تاییدیه میخواد که مربوط به مسائل امنیتی که شما موافق این مسائل هستید یا نه تایید میکنید. و اینجا یه کپچاه که این کپچاهاش هم جدیده، سه تا شکل به شما میده. این شکل ها رو به ترتیب اینجا کلیک بکنید ببینید. مثلا این وزن برداری اینجا، اینو اول بزنید، بعد این، بعد این چهار نقطه. اوکی، تاییدش رو میده و وارد میشه. خب اینجا به جیمیلتون یه کد میفرسته 6 رقمی که الان با گوشی بازش میکنم و کد رو میزنم. 3603. خب ببینید، شما الان دیگه ثبت نام کنید و راحت میتونید اینجا کار بکنید. البته که یه سری چیزهای دیگه هست که برای امنیت شما و اینا قبل از اینکه بخواید خرید و فروشی انجام بدید حتما باید تاییدش بکنید، مثل تاییدیه شماره موبایلتون. و من فکر میکنم گوگل ادنتیکیتور هم حتما باید اینجا تاییدش بکنید. حالا این منوی سایت شما میتونید اول کار به خاطر اینکه پولی داخلش واریز بکنید وارد یکی از صرافی‌های ایرانی بشید. هر مقدار از هر ارزی که میخواید خریداری کنید برای انتقال بینگ ایکس روی اسست رو دیپازیت میزنید. اینجا به شما میگه اون ارزی که میخواید انتخاب بکنید، این تمام ارزا رو اینجا داره. اگه خواستید میتونید اینجا سرچ بکنید. ارزتون که انتخاب کردید، شبکه انتقال هم باید انتخاب بکنید که آره روی اتریوم، ترون، بی ام بی، سورانا، پالیگان یا هر چیزی که میخواییم بزنید تا بهتون
اون آدرس کیف پولو بده. اون گت آدرسه که بزنید، این آدرس کیف پولتون داخل صرافی بینگیکسه که مال ارز USDT روی شبکه ترونه. یعنی شما اگه خواستید جایی تتر واریز بکنید روی شبکه ترون داخل این سایت، فقط کافی از همین آدرس استفاده بکنید، روش کپیو میزنید و اون طرف داخل سایت ما رو نظر پیست میکنید و هر مبلغی که خواستید رو واریز میکنید. اگر هم خواستید از داخل سایت بینگ ایکس مبلغی رو ارسال بکنید به جای دیگه، روی اسست به جای دیپوزیت روی ویدرو میزنید. اینجا بهتون میگه که گوگل اتنتیکیتورتون باید فعال باشه. گوشی رو کلیک میکنید، برای گوشی های iOS یه QR کد گذاشته سمت چپ، برای گوشی هایی که اندروید سیستم عاملشون هم یه QR کد گذاشته در سمت راست. فقط کافیه با گوشیتون QR کد رو بگیرید تا وارد گوگل اتنتیکیتورتون بشه. بعد از اینکه این مرحله رو طی کردید، به شما اجازه میده که هر مبلغی که خواستید از اینجا ارسال کنید به هر صرافی یا کیف پول دیگه. چیزای مهمی که دیگه اینجا هست، معاملات اثباتی که میتونید شما خرید و فروش هر ارزی رو انجام بدید. ببینید الان اینجا زده BTC USDT. هر ارزی هم که بخواید اینجا داره، اینا رو به صورت کامل در جلسات آینده ما به شما آموزش خواهیم داد. فهم می‌کنیم به صورت کلی یه نمایی از سایت بینگیکس به شما معرفی بکنیم. اینا لیست فروشنده‌های بیت کوین در اینا لیست فروشنده‌های BTC USDT هستن و اینا خریداران. از خرید و فروش‌های مهم دیگه میشه به فیوچرز اشاره کرد که یه پرفشوال فیوچرز داره و یه استاندارد فیوچرز، که اینجا به شما میگیم دقیقاً که فرق این دوتا چیه. و معاملات فیوچرز هم برای خرید و فروش هاست با اهرم‌هایی که مد نظرتونه. اینا به صورت کامل ما به شما آموزش خواهیم داد در جلسات آینده. خب پس از آموزش ثبت نام در سایت بینگیکس، این بار میخواییم ثبت نام کردن از طریق اپلیکیشن موبایل رو به شما آموزش بدیم. پس از نصب اپلیکیشن بینگیکس ابتدا واردش میشیم، همون موقع پیام میاد براتون که میخواین نوتیفیکیشناشو فعال بکنید یا خیر. خب این اجازه دسترسی رو میدیم برای اینکه وقتی معاملاتمون رو میخواییم باز بکنیم، آیا اتفاقی برای معاملاتمون میفته، مثلا به استاپلاس میخوره یا اینکه به تارگتمون میخوره و میفروشتش بهمون خبرشو بده، اینجا دسترسی بهش میدیم و با زدن گزینه الو این دسترسی بهش داده میشه. سپس از طریق ساین آپ شما باید داخل سایت ثبت نام بکنید. ساین آپ رو میزنید. اینجا به دو طریق میتونید ثبت نام بکنید. یکی اینکه از طریق ایمیلتون میتونید ثبت نام بکنید، یا اینکه روی فرم بزنید و از طریق شماره تلفنتون ثبت نام بکنید، که پیشنهاد من از همون ایمیل هستش، به خاطر اینکه اگرم روزی فیلتر شد و یا مشکلی برای ایرانی‌ها خاص ایجاد بکنه، شما با فیلتر شکن وارد سایت شدید و همون ابتدای کارم با ایمیل وارد شدید، کمتر احتمال این هست که سرمایه خود رو از دست بدید از این طریق. خب شما در ابتدای ایمیل خودتون وارد می‌کنید، سپس پسورد خودتون وارد بکنید. همونجوری که از قبلم هم بهتون گفتم، پسوردتون حتما بین 8 تا 30 کاراکتر باشه و حتما از حروف بزرگ، کوچیک، اعداد و سیمبل‌ها استفاده بکنید که این رمز سختی رو بذارید که کسی نتونه هکتون کنه و به سرمایه شما دسترسی پیدا کنه. در قسمت پایین‌تر شما میتونید کد دعوت خودتون رو بزنید که همونجوری گفتم شامل یه سری مزایا میشه. معلوم کد دعوت F3J WQA. سپس ساین اپ رو میزنید و در اینجا کپچا رو به سمت راست میکشونید. در اینجا یک ایمیل ارسال میشه برای شما که یک کد تایید میخواد که بفهمه ایمیل مال خودتونه و اکانت شما رو تایید کنه. پس از وارد کردن کد وارد اکانتتون شده و دیگه اینجا شما الان ثبت نامتون رو کردید و اینکه شما به تمامی قسمت های نرم افزار دسترسی دارید. خب ثبت نام ما اینجا به پایان رسیده و آموزش ثبت نام کردن شما یاد گرفتید. ما نهایت سعیمون بر اینه که تمامی قسمت های سایت بینگیکس رو به شما آموزش بدیم. پس اگر شما هم به دنبال یادگیری استفاده از سایت بینگیکس هستید، با ما همراه باشید و ما رو حمایت کنید. سپاسگزارم از همگی شما.